سلام رفقا، به پلاتو خوش اومدین. امروز خبری بیرون اومد که ریحانه پارسا به قتل رسیده یا خودکشی کرده. این خبر ماجرا و حاشیه زیاد داره که جزئیاتش رو میخوایم توی این ویدیو براتون بگیم. پس این ویدیو رو از دست ندین. خب همونطور که میدونین این روزها ریحانه جفتشو پیدا کرده و با هم خیلی خوشحالن، یعنی عالمی با هم دارن که هیچ جا نمیشه نمونهشو پیدا کرد. یه دوست عکاس که پایه همه کارهای ریحانه هست و اتفاقا یه جورایی دست ریحانه رو هم توی دیوونه بازی از پشت بسته. کلن در و تخته با هم جورن و کلکسیون ما هم که تکمیله. با هم فیلم میسازن، از ادابازی های ریحانه عکس میگیرن و روزگار خوشی دارن. این آقای عکاس هم به شیوه خودش تونسته فعلا ریحانه رو کنترل کنه. هر جا و هر وقت که میخواد آماری بگیره یه لایو یوتیوب شروع میکنه و از تکنیک بگو یا بخور از زیر زبون ریحانه میکشه که دیوونه بازیاش رو تا کجا میخواد ادامه بده یا قبلن چیکاره بوده و بعدم میخواد چیکار کنه. یعنی بالاخره به همه قول داده که بازیگری پرن رو شروع کنه. حالا کی میخواد هنرای خودش رو رو کنه مهمترین سوالیه که دوست پسرش از اون میپرسه. هیچی که نباشه یه جمع جماعت منتظر نشستن تا فیلم ریحانه بیاد بیرون. حالا وسط این خوشگذرونی های ریحانه خبرهای عجیبی بیرون میاد که اونو توی استانبول به قتل رسوندن. خبر رو اول رکنا منتشر میکنه که تقریبا خبرگزاری معتبریه و همینطوری الکی خبر منتشر نمیکنه. جالبتر هم اینه که تیتر میزنه مرگ ریحانه پارسا، خودکشی، قتل یا شایعه و تا آخرش هم نه چیزی رو تایید میکنه و نه تکذیب. در توضیح خبر این خبرگزاری اعلام میکنه صبح امروز ریحانه به قتل رسیده و منبع خبر خودش رو هم پایگاه اطلاع رسانی اخبار معاصر و یک روم توی کلاب هاوس معرفی میکنه که بعد از انتشار خبر دور هم نشستن تا در موردش بحث کنن. اما به غیر از قتل سناریوی دیگه هم توی همین خبر آورده میشه و اون اینه که ریحانه خودکشی کرده. اونم با اووردوز مواد این اتفاق افتاده. خب همونطور که احتمالاً میدونین در مورد ریحانه پارسا بعد از رفتن شایع شده بود که کوکائین مصرف میکنه. حتی بعد از رفاقتش با پویان و اون شبی که با نسیم و پویان لایو از مهمونیشون گذاشتن، حرکات عجیب و غریب ریحانه این احتمال که شاید چیزی مصرف کرده باشه رو بیشتر کرد. بعدن هم دیدیم که خود پویان هم در مورد مصرف ریحانه توی لایو صحبتایی کرد. باز من یه سری مسائل خصوصی اینجا نمیگم، چون اگه بگم اون چیزایی که میکنید تو دماغ و اینا رو نگم دیگه. زشته. دلایل دیگه ای که رکنا در مورد قتل ریحانه میاره از اولی هم عجیب تره و کاملا مشخصه که خیلی با حاشیه های ریحانه آشنا نیستن. آخر رکنا به آخرین استوری یکی از فن پیج های ریحانه اشاره میکنه که توی اون لیستی از کارهایی که قبل از مرگ باید انجام داد آورده شده و از نظر این خبرگزاری این به معنی تمایل ریحانه به خودکشیه. اما همه میدونن که ریحانه از این کارا زیاد میکنه، مخصوصا وقتی که فاز روشنفکری برمیداره یا به پوچی میرسه. غیر از این استوری رکنا به لایوی از ریحانم اشاره میکنه که اون در حال خوردن قرص سفیدی به همراه الکل بوده و حرفای نامفهومی میزده که همین قشنگ نشون میده خبر ندارن که این کارا برای ریحانه عادیه. اون با این ادابازی ها کاریش نمیشه و فقط میخواد دیوونگی در بیاره. حالا یک بار قرص سفید با مشروب میخوره، یه بار قرصای صورتی شو. اگر هم لازم باشه لخت میشه تا حاشیه هاش همیشگی باشه. پس اون با خوردن این چیزا کاریش نمیشه. در مورد حرفای نامفهومش هم که خب اون همیشه جوری حرف میزنه که کلن جز خودش کسی نمیفهمه این چی میگه. رکنا با استناد به یک استوری از فن پیج و لایو گیجی از ریحانه این احتمال رو میده که شاید خودکشی کرده یا کشتنش. بعد هم نه تایید میکنه و نه تکذیب.
خبر هم میده که هیچ رسانه ترک زبونی این خبر رو منتشر نکرده. پس خبر احتمالاً فقط یه شایعه است که یا خود ریحانه راه انداخته تا حاشیه درست کنه یا فن پیجاش برای فالوئر این کارو کردن. البته از پویانم آمارشو میگیرن، ولی اون هم نشون میده که از ریحانه بی خبره. ریحانه من والا خبر ندارم ازش، نمیدونم چیکار داره میکنه. اون بچه خیلی بچه پیش فعالی بود، خیلی هم با انرژی بود، نمیدونم داره چی کار میکنه. دختر خوبی بود، خدا حفظش کنه. اما در مورد خود ریحانه باید بگیم حالش خیلی خوبه. گنگ خودش رو راه انداخته و داره میره توی کار بیوتی. با چند نفر در زمینه پیج بیوتی داره همکاری میکنه. یعنی فقط اینو کم داشتیم که اونم تکمیل شد و احتمالاً به زودی پارسا بیوتی هم افتتاح میشه. از این ریحانه همه چی برمیاد. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین. یادتون نره که اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایکش کنید و برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.